بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز. دوستای امروز میخوایم طرز پخته کردن تخم ستاره ای را در کوفته برتان نشان بدم که بسیار زیاد مزه داره. دوستای عزیز، دفعه اول ما وقت خوردم فکر کردم شاید این مزه نده، اما اینقدر مزه دار است که خواستم با شما هم شریک بسازم و تا شما هم یاد بگیرین. روغن گرفتیم دوستا به قدر ضرورت، یک دانه پیاز خورده گرفتیم توته کردیم. میخوایم اول یک کمک پیاز سرخ کنیم. وقتی پیاز ما سرخ شد و سایزی 3 دندان سیر گرفتیم، از تراشک کشیدیم و 1 انچام ادرک گرفتیم، از تراشک کشیدیم و 1 دانم مرچ سبز تازه را میده کردیم. دوستای عزیز، این مرچ که ما میده کرده بودم دوستای عزیز گرفته بودم تن نبود، به اون خاطر ما مکمل 1 دانه مرچ گرفتم. اگر شما مرچ کم میخورین دیگه باز مرچش کم بردین. سرخش میکنیم خوب صحیح. دوستای عزیز، اگر به چینل نوستین لطفا چینل را سابسکرایب کنین، ویدیو خوشتون آمد لایک کنین و ویدیو مرا با دوستای خود شیر کنین. سیر و ادرک دوستای عزیز سرخ میکنیم. 2 دانه بانجان رومی را توته کردیم، ایرا میپردیم دهش و میخوایم ایرام سرخ کنیم. همراه کفگیر یا ملاقه پشت قاشق به این شکل میکنیم میشه دوست عزیز که بانجان رومی ما نرم شود. خب صحیح نرمش میکنیم به این شکل که لعاب شد بانجانی ما درشتک درشتک میباشه و نرم شود. بعد از او دشک میپرتیم کوفته. تقریبا ما یک بسیار خورد اندازه که یک کاسه بگویم یک کپ بگویم ما کوفته گرفتیم. دوستای عزیز، اندازه شاید 200 گرام بیایه، 200 گرام کوفته است. دوستای عزیز، کوفته در یخچال مانده و دو خاطر سخت شده. دوستای حال دش میپرتیم نمک. یکم او میپرتیم به خاطر که کوفته پخته شود. دوست عزیز، او میپرتیم شد و سرپوش سرش میمانیم. دوست ها، کوفته خوب سه نرم شده، سر روغن هم شده، او خود مکمل برده. چهار دانه تخم گرفتیم. تخمه به این شکل استاستا میپرتیم که زردیش و سفیدیش به حساب تقسیم شود در کل کوفته. بسیار کم او در چهار طرف تخم پزی میپرتیم به خاطر که میخواهیم این ستاره ای پخته شوه و گد نمیزنیم شه، سرپوش سرش میمانیم و میمانیم که پخته شوه زردی تخم. این سردی تخم پخته شده دوستای عزیز، او خدا ممو اوی را که انداخته بودیم اورام برده دیگه. دوستای عزیز پخته شده، بسیار زود پخته میشه، تقریبا در 15 دقیقه آماده میشه. دوستا آتش بند میکنیم، آتش گل میکنیم و میخواییم میکشیم چه بر صرف کردن. دوستای عزیز، خدا کنه خوشتون آمده باشه، پخته کنین، نوشی جان کنین، در دعایتان مرا به یاد داشته باشین. دیگه وقت شما را نمیگیرم، با شما خدافیزی میکنم. الله حافظ.